تو ادامه آموزش کته ها با انواع و طعم های مختلف، امروز نوبت کته با مرغ تنوری هستش که یه غذای فوق العاده سالم. شاید باورت نشه این کته کلا داخل فر پخته میشه، یه غذای سالم. پس اگه میخوای یادش بگیری تا آخر ویدیو همراه من باش. خب برای شروع کار من سه تیکه مرغم رو اول با زعفرون مزه دارش میکنم. حسابی ماساژ میدم تا کاملا رنگ زعفرون به خورد گوشتم بره. روی مرغم یه چاشنی میندازم که موقع پخت راحت تر بپزه و همینطور ادویه ها طعمش راحت تر جذب گوشت مرغم بشه. حالا بهش نمک اضافه میکنم و حسابی نمک رو باهاش آغشته میکنم. نصف قاشق چایخوری فلفل قرمز میزنم و همونطور که میبینید با دستام کاملا ماساژ میدم تا به خورد مرغم برم. فقط همین، نمک و فلفل قرمز. حالا دو پیمانه و نیم برنجی که خیس کردم با سه پیمانه آب رو داخل ظرفی که داخل فر میخوام بذارم میریزم. برنج رو پخش میکنم، مرغ ها رو میچینم روش. هویج و پیاز استفاده میکنم. شما میتونید از انواع سبزیجات مثل سیب زمینی، کدو، بادمجان استفاده کنید. حالا مقداری ادویه مرغ میریزم روش. بعد بهش روغن اضافه میکنم و در انتها به مقدار دلخواه خودتون نمک. باورتون میشه به همین سادگی این غذای خوشمزه رو میشه پخت؟ حالا روی ظرفم رو فویل میکشم و در نهایت روی فویل رو چند سوراخ ایجاد میکنم. دمای پخت 200 درجه به مدت 45 دقیقه. بعد از فر خارجش میکنم. این میشه نتیجه کار، اما هنوز تموم نشده. حالا مقداری کره و زعفران رو با هم مخلوط میکنم و روی مرغام میدم و بعد گریل فرم روشن میکنم. به مدت 5 دقیقه مجددن داخل فر میذارم تا روی مرغام کاملا سرخ بشه. دوست گلم، اگر خوشت اومد خوشحال میشم منو سابسکرایب کنی و با لایک کامنت از من حمایت کنی. نظرت رو هم به هم بگو، دوست دارید بیشتر چه آموزشی رو ببینید. اگه از این کته با مرغ تنوری خوشت اومد، ویدیوی بعد رو که مرغ تنوری با سس بوفالو هست رو اصلا از دست نده که یه طعم فوق‌العاده‌ای داره. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش بعد که مرغ تنوری با سس بوفالو هست، خدا نگهدار.